سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی افغانستان را همچنان خونین ترین کشور جهان معرفی کرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال گذشته میلادی 3035 غیر نظامی افغانستانی بر اثر جنگ و انفجارها در این کشور جان باخته و 5785 غیر نظامی دیگر مجروح شدند. سازمان ملل افزود 43 درصد قربانیان غیر نظامی در سال گذشته میلادی را زنان و کودکان تشکیل میدهند. این سازمان اعلام کرد برای هفتمین سال پیاپی شمار جانباختگان غیر نظامی در یک سال در افغانستان از مرز سه هزار نفر بیشتر بوده است و این باعث شده است که افغانستان همچنان مرگبارترین کشور جهان باشد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد میزان حملات هدفمند در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال قبل از آن 45 درصد افزایش یافته است و همچنین تلفات ناشی از ترورهای هدفمند 45 درصد کل تلفات غیر نظامیان را تشکیل می دهد دبورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت سال 2020 میلادی می توانه سال صلح در افغانستان باشد اما برعکس 8820 88 غیر نظامی بر اثر درگیری ها در این کشور جان باختند وی خواستار برقراری آتش بس بشر دوستانه در افغانستان شده و آن را بهترین گزینه برای محافظت از غیر نظامیان در این کشور دانست لازم به تاکید است امسال نیز مانند سالیان گذشته بیشترین تعداد قربانیان را سنی های تندرو در اقدامات تروریستی خود از غیر نظامیان گرفتند.